مهدی جان سلام، صدا، خسته نباشید. سلام، خوب هستی؟ خوبین، سلامتین، متشکر. سلام. خیلی خوشحالم که من آوردی. خیلی مدت ها بود که دوست داشتم صحبت کنم با شما. تو تلگرام هم به ادمین گروه جمهوری بی خدایان پیام دادم، ولی خب ظاهرا نخونده. من یک هفته یه منتظر جواب شما بودم. من؟ آها، چیزه، با بابک و یاسر مستقیم تماس بگیر، اونا مدیریت میکنن. آن نمیدونم، فقط یه دونه ادمین تو کانال تلگرام بود، به اون پیام دادم، گفتم که بعد از اینکه مناظرتون با من، حالا صحبتام سیاسی نیستش، خیلی کم سیاسیه، بیشتر دینیه. خب بفهم. اشکال نداره؟ نه، مشکل نداره، من هر چی میتونه باشه. بعضی که مناظرتون رو با اون بند خدا جواد صفایی و یکی دوتا دیگر رو دیدم، خیلی واسم سوال شد که من مسلمونم، خیلی مسلمان معتقدی هم هستم و تحقیق دینم رو انتخاب کردم، و خیلی واسم سوال شد که چرا کسانی که میان، من خیلی مناظره دیدم تو یوتیوب، با وریا امیری مناظراتشون رو دیدم، و کلا 3-4 نفر از این مسلمانایی که میان بالا از اسلام دفاع میکنن، واقعا واسم سوال شده که چرا همشون از مسلمانای بی سوادن. یعنی خود من این رو قبول ندارم که مثلا من بیام با یک روش خیلی ضعیف فرگشت رو به یک نفر بگم و بگم ببین فرگشت اینه که من از میمون به دنیا اومدم، بعد اون بگه چی، به همین راحتیه، خب پس قطعا غلطه دیگه. خب این همون مغالطه پهلوان پنبه. خب اینو هیچ کس قبول نمی کنه که من با یک استدلال ضعیفی بخوام یه مطلبی رو ثابت بکنم، سوادشو نداشته باشم، علمشو نداشته باشم، و بعد شما به راحتی ردش میکنید. طرف مقابل میگه که دین پس همین بود، کل حرفاش انقدر چرت و پرت بود. من پیامی که دادم تو تلگرام در مورد همین گفتگو بود که اگر واقعا دوست دارین که نمیخوام از خودم تعریف بکنم یا خیلی مبالغه بکنم و اینا، ولی مطمئنم یه سری حرفایی دارم که شاید کمتر شنیده باشین، هم خودتون هم مخاطبینتون، و خیلی دوست دارم که یه بار یه گفتگویی، نه مناظره، گفتگویی با هم داشته باشیم که یه سری حرفایی بزنیم و حرفایی بشنویم، و اگر موافق باشید. خب الان هستی؟ بگو. الان مشکل نداره؟ الان آره مشکل نداره، چون الان کسی هم بعد از تو نیست اینجا، برای همین منتظر کسی نیستیم، برای همین اگه نمیدونم چقدر وقت میخوای بذاری روی این مناظره. نمیدونم، حالا شما اگه صحبتی دارین منم سوال دارم بگم. وقت آره، نه من از این گفتگوها برنامه زیاد میذارم، الان میتونی مثلا یکیشو بگی، بعد هفته بعد یکی دیگه شو بگی. خب الان یهویی من آوردی والا هول شدم. خب نه، خب الان لازم نیست، میتونی مثلا دفعه بعد اگه میخواستی آماده تر باشی بیای. یعنی من میگی که چرا این مسلمان میارین، چرا اون مسلمان نمیارین. خب من دارم برنامه میذارم، لینک هر مسلمانی بخواد با هر سوادی هر میتونه بیاد بالا دیگه. دیگه چیکار کنیم دیگه، بیشتر از این چیکار کنیم؟ درسته، یعنی ما دیگه انتخاب نمیکنه. درسته، حرف شما درسته. مثلا اون بنده خدا ایزدی بود، محمد علی ایزدی فکر کنم، که با زئوس هم مناظره کرده بود. خب من کل مناظراتش رو گوش دادم، واقعا طرف پرت از مرحله و خب اینا که خودشون، خب اینا خودشون که فکر نمیکنن که خودشون پرتن یا ضعیفن، میدونی از این چه. خب آره، ولی من، یعنی من اگر جای شما بودم و قصد مبارزه با یک ایدئولوژی رو داشتم، هیچ وقت این کار نمیکردم که یک آدم ضعیفی رو بیارم و ردش بکنم و بگم خب دیگه من اسلام رو رد کردم، چون مخاطب ما هیچ وقت نمیگیم که ببین ما خیلی سخت مسلمان ما خیلی دنبال مسلمان هستیم که بیاد با ما مناظره کنه. ما انقدر میخوایم مسلمان بیاد با ما مناظره کنه که انقدر هم کم میان که هر کسی حاضر باشه بهشون دیگه گیرمون بیاد میگیم باشه، میدونی نظرم چه. و وقتی هم که اگرم باشون اختلاف نظر داریم، هیچ وقت ادعام این نیست که چون جواب این شخص ما دادیم و
پس ما همه اسلام، یعنی هم تونستیم همه حرفای طرف به نفع اسلام رو همه رو شکست دادیم، چون این یک شخص ما شکست. ما حتی اون یک شخص هم اگه اختلاف نظر داریم، ما ادامه نمی کنیم که این شخص ما شکست دادیم. خب بالاخره خب خیلی از طرفدارای این شخص ممکنه فکر کنن که ما شکست خوردیم تو مناظره. خب ما میگیم ما فکر کنیم عقایدمون درسته به این دلیل، اون شخص میگه فکر کنیم عقایدمون عقایدش درسته به اون دلیل. بقیه هم میتونن بیان قضاوت کنن، هر کی میخواد بگه که آها شما شکست شدین، اونا میگن نه اون شما شکست شد. ما نمیام بگیم آها اینو مثلا خورد کردیم، داغون کردیم، اسلام رو نابود کردیم به خاطر که این شخص نتونه استفا کنه. ما از این حرفا نزنیم، من نظرم خب همچین ادعایی هم ندارم، ولی خب ما هر مسلمانی، ما خیلی دنبال مسلمان هستیم که بیان مناظره کنیم دیگه. اگه هر کی گیرمون بیاد میگیم آره دیگه، اگه مشکلی اگه شما راضی نیستین از مسلمانی که تالا اومدن، خب به مسلمانی که شما بیشتر دوست دارین بگین که بیان با ما مناظره کنن، مشکل از ما نیست. درست. حالا من اگر بخوام یه وقتی بگیریم و یه گفتگوی رسمی با هم داشته باشیم، حالا منم یه سری مطلب آماده بکنم. باشه. چون خیلی چند هفته دارم به این موضوع فکر میکنم. من چجوری میتونم به شما پیام بدم تا خصوصی صحبت بکنم؟ با بابک تماس بگیر. آیدی چیه؟ من تو تلگرام تو کانال جمهوری بی خدایان به ادمینش پیام دادم. با تویتر جمهوری بی خدایان تماس بگیر. میتونی این کار کنی؟ تویتر بهش این برایت موومنت، مگه کیه این برایت موومنت؟ تلگرام برایت موومنت نمیدونم. جمهوری بی خدایان لینک تویتره جمهوری بی خدایان، تو همین دیسکریپشن همین ویدیو ها لایف استریم داره میشه هست اونجا. آها. فکر کنم اگه بری تگ کنی اونا پیغام بدی، اونا بابک میبینه، با هم بابک هم یاسر. خب بهشون بگو. باشه ممنون. مرسی. خب پس منتظر این مناظرت هستم. این راضی هستی اینجوری خوبه؟ حتما، خیلی عالیه، دست شما دردن. خواهش. باشه. مرسی مهدی جان. فعلا. قربونت.